قبل از هر چیز نیاز بدونیم که جمینای به عنوان یک نشان چه انرژی هایی داره و چه خصوصیاتی رو داره از خودش ابراز میکنه. سلام دوست عزیزم دیانا هستم از ویتا اسپرالس به پادکست خورشید در جمینای خوش اومدید. نشان جمینای تمامی ابعاد مکالمه و گفتگو رو در بر میگیره مثل گفتگو در زمینه فروش، بازاریابی، روزنامه نگاری، نگارش، سخنرانی برای دیگران، اخبار، غیبت و پاپراتزی. حالا خورشید که نقش بزرگی در ساختن هویت شما داره اومده و توی نشان جمینای نشسته. برای شناختن بهتر خورشید حتما پست خورشید در آسترولوژی رو ببینید که من دیگه اون اطلاعات رو مجدد اینجا تکرار نکنم. خوشید با اومدنش توی نشان جمینای باعث میشه بخشی از شخصیت شما خیلی اهل مکالمه و گفتگو بشه، معاشرتی بشه. البته مهمه بدونیم که جمینای خونه چندومه چارت تولد شماست تا بدونیم شما در مورد چه مسائلی دارید با دیگران گفتگو میکنید. مثلا اگر جمینای خونه چهارم به شما باشه شما عاشق حرف زدن توی خونه و منزلتون میشید با اعضای خانوادهتون همیشه در حال گفتگو هستید دوست دارید که دیگران رو به خونه خودتون دعوت کنید تا به عنوان یک میزبان یک ساعت خیلی خوش رو در کنار مهمانان خودتون تجربه کنید جمینای یعنی ایده اما اینکه ذهن شما در حال دریافت کردن چه مدل از ایده هاست بستگی به این داره که جمینای خونه چندم چارت شما باشه برای یک فرد ایده ها میتونه اینطور باشه که این فرد چطور بیاد در مورد بقیه غیبت کنه مثلا بخواد به عنوان یک فرد فضول سر از زندگی همه در بیاره برای یک فرد دیگه ایده ها میتونن متفاوت باشن و ایده های جمینایی به عنوان مسائل علمی ظهور کنن و در نهایت فرد میتونه تبدیل به یک مختره بشه یا شاید برای یک فرد دیگه ممکنه مکالماتش به این صورت منیفست بشه که شخص به عنوان یک وکیل توی یک شرکت حقوقی قرار گرفته و روزانه مکالمات حقوقی زیادی رو داره توی محیط کاریش تجربه میکنه. پس خوشی توی جمینا یعنی اشتراک گذاری ایده ها از طریق صحبت کردن با دیگران. خوشی جمینایی ها بسیار ذهن آزاد و بازی دارند. به ندرت پیش میاد که افراد متعصب و ذهن بسته توشون مشاهده بشه. خیلی راحت درباره ایده هاشون با دیگران حرف میزنن ایده های خودشون رو به حالت سکرت نگه نمیدارن که بگن وای فلانی میاد ایده ها ما ازم میدزده نه خیلی راحت و باز اون رو به اشتراک میذارن شخصیت خیلی مستقلی دارن ممکنه تو یک لحظه ده ها الهام به ذهن اونها مخابره بشه و طبیعت خیلی کارآفرینی دارن جمینای از طرف دیگه یک نشان خیلی سکشوالیه برخی از ما توی تصوریم که اون ساینی که انرژی جنسی خیلی زیادی داره اسکورپیوه اما به هیچ وجه درست نیست اولین نشان که سرشار از انرژی جنسی جمینایه چون حاکم این نشان مرکوریه مرکوری جان هم ما تمام دنیا رو آباد کرده با همه بوده با همه زبان سفری کرده و یک پلیبوی درجه یکه شما نیاز دارید به چارت تولد خودتون نگاه کنید و ببینید مرکوری واسه شما کجا قرار گرفته. آیا تحت چالش و سختیه یا توی یک جای خوب و راحت قرار گرفته و یک سری زاویه های هارمونیک ساخته اگر مرکوری شما تحت فشار باشه احتمال اینکه شما به عنوان یک فرد تبدیل به یک فرد کم حرف بشید درونگرا بشید زیاده افرادی هستن که مرکوریشون جای خوبی قرار نگرفته و من مشاهده کردم که برای سالهای سال اصلا صحبت نکردن. پس اگر مرکوری حاکم جمینایی در جای خوبی قرار نگرفته باشه مثل اینه که خورشید شما اومده باشه جای خونه ساخته باشه که فونداسیون ضعیفی داره پس فردی که جمینای ضعیفی داره ممکن اختلال در گفتار داشته باشه نتونه منظور خودش رو به صورت سریح و واضح به دیگران انتقال بده و وقتی هم که حرف میزنه درست درک نمیشه وقتی به عنوان یک فروشنده اگر که مشغول به کار بشه ممکن مسیر شغل خوب پیش نره دوست عزیزم این بود از خورشید در نشان جمیناید این رو هم مورد توجه قرار داشته باشید که چارت تولد فقط و فقط نقطه ای استارت زندگی شماست و از اونجا شما میتونید سرنخها ها رو دنبال کنید که درس هاتون کجا قرار داره نیاز دارید تمرکزتون رو توی کجا قرار بدید تا از اونجا رشد کنید و بزرگ بشید قرار نیست شما رو محدود کنه چارت تولد هیچ وقت به این معنی نبوده که شما رو توی خودش نگه داره بلکه شما خیلی فراتر از یک چارت تولد هستید ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید اگر که پیج رو سابسکرایب نکردید حتما حتما سابسکرایب کنید تا دیدار دیگر بدرود